سرخط خبرها، حمله هوایی اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران، دست کشیدن ایران از ساخت بمب اتم، خواست زلنسکی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و حمله هوایی نیروهای روسیه به مواضع اوکراین. مشروع اخبار: حمله هوایی اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران. رسانه‌های اپوزیسیون سوریه خبر دادند هواپیماهای اسرائیل مواضع متعلق به شبه نظامیان جمهوری اسلامی را در منطقه دیر الزور در شرق سوریه هدف قرار دادند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز گزارش داد در حمله‌های اسرائیل دست کم 2 سرباز سوری زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها دست کم یکی از حمله‌های هوایی سایتی را در البوکمال در نزدیکی مرز عراق و سوریه هدف قرار داد و حمله های دیگری در نزدیکی شهرهای المیادین و دیر الزور گزارش شد. بر اساس گزارش وبسایت های وابسته به اپوزیسیون سوریه، به نظر می رسد یک خط آهن در امتداد مرز عراق و سوریه، یک سیستم رادری متعلق به حزب الله لبنان در شهر دیر الزور و یک ساختمان منابع انسانی متعلق به سپاه پاسداران هدف حمله ها بودند. این حملات تنها 2 روز پس از آن صورت گرفت که گزارش شد حمله هوایی اسرائیل یک محموله تسلیحاتی متعلق به جمهوری اسلامی را در شمال غربی دمشق هدف قرار دادند. پایگاه خبری صدای پایتخت سوریه گزارش داد که این حمله هوایی ساختمانی متعلق به حزب الله را هدف قرار داد، در حالی که محموله‌ای به سمت لبنان در حرکت بود. رسانه‌های دولتی سوریه درباره این حمله هوایی گزارش شده اظهار نظری نکردند. دست کشیدن ایران از ساخت بمب اتم. معاون رئیس جمهور ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران تابع و پیرو نبوده و منافع ملی خود را بر اساس ظرفیت‌های ملی تعیین می‌کنیم و آنطور که به دست می‌آوریم برای سایرین نیز عرضه می‌کنیم. با هر گونه سلطه طلبی در مقابل علم و فناوری مخالف بوده و مقابله می‌کنیم و به دنبال کارهای تحقیقاتی و تولید فناورانه هستیم. اسلامی تصریح کرد موضوع های اهمیت برای ما، بیان این موفقیت‌ها و دستاوردها برای شما از نظر آگاهی بخشی و به اشتراک گذاشتن این دستاوردها و فناوری‌ها با کشورهای دنیا و غیر متخاصم در دنیا است. تمام فعالیت‌ها بر اساس موازین و ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در چارچوب ضوابط موافقت‌نامه پادمان جامع و NPT صورت می‌گیرد و با نظارت‌های مستمر آژانس دنبال می‌شود. خواست زلنسکی برای اقدام علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهور اوکراین در نشستی با وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا با تکرار ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین از کشورهای اروپایی خواست که تحریم‌ها علیه ایران را گسترش دهند. به گزارش ایسنا، ولادیمیر زلنسکی در نشستی با وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که روز گذشته برای نشان دادن حمایت از اوکراین به کییو پایتخت این کشور سفر کردند، با تکرار ادعاهایش مبنی بر حمایت نظامی ایران از روسیه از طریق عرضه پهپادهای جنگی و آن برای استفاده در جنگ اوکراین گفت: گسترش تحریم‌ها علیه ایران در زمینه صنایع حساس از جمله واردات تجهیزات و مواد شیمیایی حائز اهمیت است. وی ادعا کرد هر پهپاد جنگی ایرانی که به شهرهای اروپایی در اوکراین اصابت می‌کند، دلیلی برای اعمال فشار تحریم‌هاست. زلنسکی همچنین ادعای انتقال دارایی‌های مسدود شده روسیه در اثر تحریم‌های غرب را به عنوان دلیل دیگری برای ارائه این درخواست مطرح کرد و حمله هوایی نیروهای روسیه به مواضع اوکراین. به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اطلاع داد که هواپیماهای تهاجمی سوخو-25 SM منطقه نظامی مرکزی به همراه بالگردهای تهاجمی K-52 به مواضع نیروهای اوکراینی در جهت کراسنولیماش در منطقه عملیات ویژه نظامی ضرباتی وارد آوردند. این حملات توسط یک توپچی هوانوردی از ناحیه نظامی مرکزی انجام شد. توپچی از ارسال سریع مختصات حمله و تایید بسری ضربات به اهداف اطمینان حاصل کرد. به گزارش وزارت دفاع روسیه، پشتیبانی آتش هوایی برای واحدهای گروه نیروهای مرکز به پرسنل نظامی اجازه می‌دهد با موفقیت ماموریت‌های رزمی تعیین شده را برای حفظ خطوط و سنگرهای محول شده به آنها در مواضع پیشرو انجام دهند.